سلام بیننده عزیز، مشکلی بدرفتاری کارمندان پلیس در تاجیکستان چند است که ورد زبان هاست، بخصوص بعد از رسانه‌ای شدنی حادثه لتوکوب یک زنی بیمار از سوی کارمند پلیس در راه و همچنین شکایت یک ساکن شهر دوشنبه که گفت پلیس او را شکنجه کرده حیاتش را سوزانده است. چرا کارمندان پلیس در تاجیکستان که وظیفه‌شان حمایت حقوق انسان است خود دست به نقض آن می‌زنند؟ آیا این مشکل راه حل دارد و یا شکنجه و بدرفتاری نام پلیس را باز بر سر خط خبرهای می‌برارد؟ برای بحث بیشتر در این باره به استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه دعوت شدند محترم علی اکبر عبدالله، سابق دار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، نوروز اودینف، رهبر تشکیلات جمعیت حقوق حمایت و عضو شورای اصلاحات میلیسا و محمود اودینف، فعال جامعه شهروندی. مهمانان عزیز، همه شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سوال اکنون من از مهمانان این است که چرا با وجود جزا گرفتن کارمندان پلیس مشکل بدرفتاری آنها از بین نمی رود و برعکس شکنجه های وزنین تر با عاقبت های شدید تر رسانه می شود؟ محترم علی اکبر عبدالله، می خواستم نظر شما را در این باره بفهمم. خب البته این حادثه هایی که شما اینجا نمبر کردین هر یکی او را دقیقا سنجیده بر آمدن در کار و ما در این باره شخصا من حاضر هیچ یک سخن گفته نمی توانم، لیکن عمومی در باره شکنجه که از طرف کارمندان امور داخلی جای دارد و بعضن این روی میزند، همین ها گفتنی هم که این همش همون متاسفانه بعد همون سالهای ناآرامی جمهوری با ارگان های کارهای داخلی هر گونه شخصان خود را خلانده داخل شدند. در ارگان های کارهای داخلی باید شخصان بسیار مسئولیت ناک، شخصان با تربیه، با آداب و قانونیت را عملی میگرداندگی، یعنی که در نزد قانون مسئولیت ایست کنند. من این خیل شخصان باید که با کار گرفته شوند. تا وقتی که موافق همون آینامه خدمت در ارگان های کارهای داخلی اگر کارمندان را قبول نکنند، طلبات همون اگر اجرا نشود، این حادثه دوام دادن میگیرند. تشکر دارم محترم نوروز اودینف، نظر شما چی است؟ من روزی میشوم با استاد عبدالله، درست قید کردن که در دوره های بعد جنگی شخصان تصادفی زیاد به همین مقامات های میلیسیا داخل شدند و عین حال ما هم این را مشاهده کرده می توانیم و پیشتر هم ما گفته نمی توانیم که حاضر همین چین اوج گرفته استوده است. به فکر شخصی من از کدام سبب؟ از سبب اون که حاضر تکنولوژی ها بسیارتر رشد شدند، اینها کم کم به نوار افتاده استودند گویم، از همین سبب پیشتر هم این چیزها بود و باید قید کرد که در حقیقت نسبت این کارمندان میلیسیا که به چنین جنایت ها دست می زنند از طرف دولت جزا می گیرند، پر را بررسی می شود، لیکن سبب چیزی باشد که اهالی وقتی که یکون میلیسیا به جوابگاری کشیده می شود از طرف اهالی یکون سینساتسی گفتگوی نمی شود، همه خپودن می شود. یک مقاله به نزدیکی در ازیه پلوس چاپ شده بود 4 مارت، در آنجا اومدگی گفته می شود که یک کارمند میلیسیا که یک راهگذر رو با ماشین در وقتی مست بودنش گذشته زد و راهگذر مرده بود، به هلاکت رسید. نسبت همین میلیسیا وی رو به 8 سال زندان کردن. همین وقتی که همین خبر بر اومد در ازیه پلوس یگان کامنتاری نیست، همگی 8 کس لایک مونده وی کرده است و تمام. یعنی که وقتی که ما میبینیم که اگر کارمند میلیسیا مثلا از کار آزاد شد، یک زنی که زده بود شما قید کردید و یا از کار آزاد کردن در حال، این بسیار با مردم سخت رسید که نسبت به یگان چاره های قانونی اندیشیده نشودن. لیکن وقتی که در حقیقت جزای سزاوار سخت میگیرن در این باره همه خب این باید همین تو باشد. حالا آن نفرانی که برای شکنجه شدن اسمشان رسانه می شود، منظورم کارمندان پلیس، وزارت کارهای داخلی بیشتر با از کار ماندن آنها اکتفا می کند، بخصوص در نسبت همین زن. به نظر شما مهمانان برنامه، آیا جزا برای نفران آن کارمندان پلیس که دست به بدرفتاری می زنند در تاجیکستان حالا تا کجا درست برآمده شده است؟ البته گفته ها بسیار خوب بود، لیکن من راضی شدن نمیتونم، چون که شکنجه که به مطبوعات راه یافته است، از جمله امسال
89 تا جنایت شکنجه طبق اموری سازمان ملل متحد همگی 4 نفر رو ایرکور کردن. این هم باشد با وکالت از منصب سوء استفاده کردن. شکنجه نوش کرمون. مثال میگیریم ببینید. عبدالرسول نظرف سکنی 40 ساله کولو مرحمت بعد بازداشت یک روزه به هلاکت رسید. من استاتوی قربانوه نوحه عینی بینید در کدام حالت قرار داشت. من امید حکایتوف بعد دلت کوب بعد اینقدر از دو مشقت یعنی که یک قسم مردانه خود رو از دست داد. این هم بیچ حاضر به جوابگاری مدگ است. شهباز رحمتوف سکنی نوحه یوان گناهی نکرده مرحمت بعد اینقدر شکنجه. مگر اینو تصادیه و سری کار میبین. مگر نفری که من شخصا از گفتهای وزیر کاروی داخلی محترم رمضان همروی روی استفاده میکنم ببینید گفته بود بگذار شکنجه آشکار نشود. جنایت ناشکار. بله لیکن لطکوب نشود عذاب نشود. من گفتم نه استاد چه نفری که دست به جنایت میزند؟ جنایت سنگین کشتار دزدی اوباشی غارتگری چخیل نفری باز به قدرت به کار قبول کرد اون پیش از همه سزاوار باشد. دیوم یعنی که کسبی باشد. اما یعنی سوال من این بود که آیا جزای سزاوار امروز کارمندان پلیس برای بدرفتاری یا شکنجه میگیرن یا نه؟ اگر میگرفتن تو اینجا اومدن نمیرسیدن برادر. من هم رب دیگر رو میگیریم. من هم حسن یادگاروف 8 ماه یعنی که پسی پنجره نشست. 8 سال 8 ماه دیگر کس جنایت کرد در آخر دستگیر شد. این بیچاره عذاب مشقت 8 ماه عذاب مشقت اینا کی جواب میگه؟ کنین قانون و کنین عدالت. میگم که قانون برای همه عملی است. اگر برای همه عملی میشد قانون دست به چنین جنایتی سنگین میزدن برادر. مسئله یک مسئله است. پراکراتوری جمهوری تاجیکستان پیش از همه باید تگی نظارت خود گیرد. من از سال 1911-12 همین شکنجه یعنی که پیگیری کردم. همه میدوند. همین آشکار کننده یعنی که جنایت شکنجه در تاجیکستان منم. امروز در خودش من نگرانم. اکن بینید این چخیل سزاوار جزا میگیرن نمیگیرن این البته وکالت ما نیست. ما در این باره حاضر یک قضاوت کردن نمیتوانیم چون که هستن راهبرای وزارت کارهای داخلی اونها میبینند در اونجا اونها خودشون و یا دارند معیارهای حقوقی که تصدیق گردیدن و از روی اونها این چیزا را هر یک عملی هر یک کارمندی که این و یا اون قانون شکنی را صادر کرده است دیدن میبرایند. و یا مثال برای یک شکنجه‌ای که خیلی اینجا نمبر کردگی البته اینو وای هستن لیکن برای یک شکنجه یک آدم دیگر را گرفته پروندن هم این ممکن نیست این کار را کردن. همون گناش اگر اثبات شود و یا جزا میتیند اگر اثبات شد بیاود. عدالت که گفتن عدالت باید همه طرفه باشد چی نسبت کارگری میلیسیا چی نسبت منمون شهروندان. بسیار وقت من مشاهده میکنم که شهروندان هم قانون شکنی بسیار میکنن و حاضر اعتبار میلیسیا نمونده از خودش. کارمند میلیسیا پیش وقت اگر همون لباس نظامیش در کوچه میدیدن مردم علاقه این یک قانون شکنی دست میکشیدن یعنی که رفتارشون رو ساز میکنن. حاضر کارگر میلیسیا را یگان اعتبار نمیتیان حتی حقارت میکنن در همقدی کوچه. ایندیکاتور و معیارهای بها دادن فعالیت کوای ارگانهای حفظ حقوق میراث از شوروی به ما ماندگی است. انمی پارسال اگر یکم کوارتال در 10 جنایت آشکار کرد کارگر ارگان امسال طلب میکنن که 11 تا باید کنی یک تا زیاد باشد. این خیل اگر ما رویم علاقه تاجیک 3-4 بار یک خیل سود چیدگی هایی یک ملت خورده اینا ستاتیسکا را یافته فکر کردن در کار. این هم یک پرابلم است در وقتی که زراندن ریفورم این هم فکر کرده بر اومدن در کار که همین میارهای بخودی فعالیت کارمندان ملیتیا را تغییر دادن در کار. البته این حاضر من کارگر ملیتیا باشم منم کوشش میکنم که گب نشنم میرم یک بلو کرده یک جنایت دیگر شید است نشید یک بلو کرده باید چی میکنم که من گب نشنم گفته. این یعنی که ما همیرا سنعی خودمون جنایتکاری را در
قلمرو جمهوری زیاد کرده است. محترم نوروز اودینف، سوال من سی به جواب شما، همچون عضو شورای اصلاحات میلیسیا، آیا راضی هستید که کارمندان پلیس در تاجیکستان حالا برای شکنجه جزای سزاوار نمیگیرند و وزارت کارهای داخله بیشتر تلاش میکند من کارمنداش حفظ کند؟ روزی شده نمیتوانم. در حقیقت اگر گیریم سال گذشته خطا نکنم، در ولایت سغد شخص پس از شکنجه دست به خودکشی زدگی بود و در آنجا 3 نفر کارمندان میلیسیا، اوباب و غیره به جوابگاری کشیده شده بودند. 13 سال یک کسش گرفت، دویمش 12 سال گرفت و ما از همین سبب گفته نمیتوانیم این یک به خودکشی رسانیدن بود. او در درون میلیسیا نکشتند و یارو به خودکشی دست به خودکشی زد و چونین جزای سنگین گرفتند همین کارمندان میلیسیا که به همین کار نسبت اونها اثبات شدگی بود کردارشون، جنایتشون، از همین سبب اونها به جوابگر کشیده شده بودند. و باید گفت که کمبودی ها هست، در حقیقت هست، ما نمیتونیم گفته کمبودی نیست، لیکن هدف اساسی اصلاحات میلیسیا همین است که شخصان همون تصادفیه که به همین ارگانی میلیسی افتادن و یه رو کم کرده آزاد نمودن در کار. و شیاری اساسی همین اصلاحات میلیسی این اون است که میلیسی این خلق است، خلق این میلیسی است. یعنی ما نباید گویم که ما خلق و میلیسی، ما از دو طرف نیستیم، ما از یک طرف باید باشیم. و گفتی روسو مکسیمالن اتکریتای دیتینست میلیسیا باید شود، شفاف باید باشد و هر 3 ماه حاضر مثلا نوزیروی منطقه در نزد اهالی باید حسابات دهد و مرحمت میتوانند چی از طرف رسانه های خبری شهروندان در اونجا روان اشتراک نمویند و باید میلیسیا با خلق همکاری نموید. مهمانان عزیز، خواهش میکنم سوال آخرین من این است که به نظر شما راه حل مشکل بدرفتاری کارمندان پلیس در تاجیکستان چیست؟ فکر میکنم در یک مدت کوتاه همه پهلوهای فعالیت میلیسیا کمبودی و راههای برطرف کردن اونا ما قادر نیستیم که در اینجا حل و فصل کنیم. اولش زیاده از این ما میخوام قید کنم که مسئله که شما گذاشتید که هم کارگر میلیسیا برای همون شکنجه جزای سزاوار میبیند یا نمیبیند، ما یک چیز گفتنیم شد، یکم که جزا را باید که سوتید موافق قانون، در نزد قانون هم غلوم باید باشد. دویم، در دولت های پیشرفته دنیا مثل در امریکا پلیسیا میگن پلیسیا را اگر گپش گوش نکرد در جاش آدم را میپروند از یراقش، آدم همه پروند میکشد. این چه چی میگیم؟ برای که ویو قانون همه ریایه میکنن، مردمی ما قانون که ریایه نکند بعد همه را در سر میلیسی هم زدن، ای هم نوحقی هست، ای هم از روی عدالت نیست. ما هیچ وقت اون کارگروه میلیسی که صادر کردن این رفتار را، من اونا را طرفدار نیستم، برعکس من باید مقابل اونا هستم. لیکن بیاید برادر رو تمام شهروندان رو ما اینجا باید بگیم که اگر که ما میخواییم که دولت باشیم، ملت باشیم در برابر دیگر رو، مردم و مونم هم قانون و ترتیبات باید رعایت کنند، میلیسیا را حرمت کنند، همین میلیسیا فرزندان همون مردم از دیگر هیچ کن نیست اینا. لیکن بسیار به حرمتی میکنن. ما میبینیم کارگروه گیو را در بالای ماشیناشون کشیده بردن، این حادثه هم دیدیم. کارگروه میلیسیا را میزنن در قدای کوچه، حقارت میکنن زنکو، حتی زنهایی که از کشلاق آمدگیان ترتیب شهر را نمیدونن چخل رفتارو میکنن. من در برای پیادگردا در روی ماشینگرد نمیگم که چخل ویو قایدو را ویران میکنن. این یک. دویم، راههای برطرف کردن این چیزهایی که گفتید حاضر، باز هم میگم که برای این بسیار بسیار مسئله هست که در حجم یک برنامه شما ای را ما گفته و گذاشته نمیتوانیم. فکر میکنم که من گروه کاری کار کرده استاد است دویر با یعنی که رفرمه ساختارهای ارگانهای امور داخله و در اونجا همه این چیزها را به نظر میشنم. نمراد نیشون انا ببینید که میگم شکنجه، اگر شکنجه در تاجیکستان موجود نمی بود با کدکس جنایتی وارد نمی کردن، تنها عملی بودن اینا پیگیری کردن در کور است تا اینکه با هم موافقت رسیم، تا اینکه همین عذاب و اذیت بی‌رحمی نسبت انسان برقرار شد در تاجیکستان. من شخصا
با کسی خصومت ندارم، نه با پرکرور جمهوری ترکستان، نه با وزیر کره داخلی جمهوری ترکستان، تنها حمایت از مردم فورد نفورد میکنم. روی حل مشکل چی است؟ به جوابگری نموند. من همین 4 نفر نه، الان 89 نفر که دست به جنایت دادن، همش باید با مدعی شکنجه ابدار دانسته با دادگاه کشن. تشکر نمرو دادین شما. به فکر من همین هدف اساسی چی خیلی که من پیشتر قید کردم، اصلاحات میلیسیا به پلیسیا تبدیل دادن، این همون هم است که کمتر شود و شخصان تصادفی کم شود. دستگیری میکنم که هر کسی که دست به شکنجه میزند به جوابگاری کشیده شود. و یک چیز دیگر هم قید کردنی هم که چه خیلی که باشد و نباشد، در همین میلیسیا توجیک ما تمام امنیت جمهوری تاجیکستان در سطح بلندترین، همچون چه خیلی که استاد گفتن در امریکا چه خیلی وکالت هایی که دارن میلیسیا امریکا، پلیسیا امریکا از ما کمتر دارن، لیکن جنایت سطح جنایت پست است. ما شب به خانه خود میتونیم بودیل آزاد رویم و در حقیقت میلیسیا بسیار از عهده کار خود درست میبراید. این رو هم قید کردن موزیم. روی حلش ریفورم میلیسیا، همکاری زیچی خلق با جامعه با میلیسیا و با جوابگاری کشیدنی شخصانی که به شکنجه دست میزنن و این رو با طرف با رسانه‌های خبری به همه رسانیدن. درست است. تشکر جان مهمانان عزیز که وقت خود را جدا کرده به برنامه ما تشریف آوردید.